عملا بعد از جنگ جهانی دوم دنیا دچار سردرگمی پولی شده بود. هیچ ارزی نمیتونست پول بین المللی باشه. تو اون زمان دلار رو به عنوان پول بین المللی معرفی کردن. سلام به همه مارکت نیوی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من رضا طاهری هستم و امروز تو این ویدیو میخوام در رابطه با دلار صحبت بکنیم و بگیم که دلار چی شد که قوی ترین پول دنیا شد و چه خطرهایی دلار رو تهدید میکنه. پس با من همراه باشید. ریشه دلار از کجا آمده؟ تو سال 1519 یک منطقه تو اروپا وجود داشته که به اختصار بهش میگفتن تالرز. تو اون منطقه یک سری سکه های نقره ضرب شد که تو کل اروپا معروف شد به سکه های نقره تالرز یا سکه تالرز. حالا کشورهای متفاوت، زبونهای متفاوت و لهجه های متفاوت این تالرز رو بیان میکردن. به طور مثال ایتالیا به تالرز میگفتن تالینو و انگلیسا به تالرز میگفتن دلار. وقتی که این تالرز یا سکه های تالرز وارد آمریکا شدن، آمریکایی‌ها از کلمه دلار استفاده کردن و به این سکه ها دلار میگفتن. و بعدها که اومدن یک اسکناس و یک پول ملی رو معرفی کردن، اسم این پول ملی رو گذاشتن دلار. علامت دلار از کجا اومد؟ دو تا نظریه وجود داره برای علامت دلار. یک نظریه اینه که هزو که میشه پی اس که واحد پولی اسپانیاس رو با هم ترکیب کردن و رسیدن به آرم دلار، یا از کلمه یونایتد استیت یو اس این دوتا رو ترکیب کردن و رسیدن به اون آرم دلار. تاریخچه پولی آمریکا یا همون تاریخچه دلار برمیگرده به قرن 17، یعنی 1640-50 میلادی، که ایالات متحده آمریکا هنوز زیر سلطه بریتانیا بود و از 13 تا کلونی تشکیل میشد و همه این کلونی ها هم زیر سلطه پادشاه یا ملکه بریتانیا بود. توی کلونی ماساچوست تو سال 1690 یک پول اسکناسی یا یک حواله بانکی تحت عنوان دلار کانتیننتال تشکیل میشه. این دلار کانتیننتال وظیفه مبادلات تجاری رو در اختیار داشته. حالا بین مردم زیاد مرسوم نبود. اما تا زمان جنگ استقلال آمریکا این دلار کانتیننتال رواج داشته بین تجار. اما بعد از جنگ استقلال انقدر دولت مردان آمریکایی و انقدر اونها رو دولت مردان کلونی ها این دلار رو چاپ کردن که دلار بی ارزش میشه و عملا بعد از جنگ سال 1783 جنگ استقلال دیگه کسی از دلار کانتیننتال استفاده نمیکنه. و یک ضرب المثلی هم توی آمریکا به وجود اومده که میان میگن که این چیز یا این جنس یا این مثلا کالا اندازه دلار کانتیننتال هم ارزش نداره. یعنی میخواد نشون بده که خیلی بی ارزش. اما وقتی که ایالات متحده تشکیل شد و حالا جدا شد از بریتانیا، دولت مردان تصمیم گرفتن که برای اینکه روابط تجاری بهتر بشه و گسترش پیدا بکنه و نظام پولی یا سیستم پولی شکل بگیره، اومدن یک دلار جدیدی رو معرفی کردن سال 1785 که شبیه به دلار امروزی بوده. این دلار تقریبا تا 100 سال بعدش، یعنی تا سال 1861 بین تجار رواج نداشته، چون تجربه دلار کانتیننتال تجربه تلخی بوده برای تجار. به خاطر همین تجار ترجیح میدادن که از اسکناس های از حواله های کشورهای دیگه استفاده کنن تا از حواله های کشور آمریکا یا دولت جدید آمریکا. تا سال 1861 که جنگ داخلی آمریکا شکل گرفته بود، دو طرف جنگ اومدن برای خودشون واحد پولی مشخص کرده بودن. اما بعد از جنگ این دلار آمریکا یا اون دلاری که تو سال 1785 معرفی کرده بودن باقی مون، که حالا دلاری بوده که طرف پیرو داشت استفاده میکرده. و علت رواج و گسترش حالا این پول اسکناس یا اسکناس دلار بعد از جنگ داخلی آمریکا، علتش این بوده که انقدر هزینه ها رو با این دلار تأمین کرده بودن، با این اسکناس تأمین کرده بودن، که رواج پیدا کرده بود به آمریکا. بعد از سال 1861 دیگه دلار تو آمریکا یک پول رسمی شناخته شد، حتی مردم عادی هم از این استفاده میکردن، از این اسکناس.
دلارایی که امروز داریم ازش استفاده میکنیم تقریبا از سال 1928 معرفی شدن و شکل و شمایلشون، حالا این بارکوداشون، این سریالاشون تقریبا از همون سال 1928 به بعد معرفی شد. اما چه چیزی باعث شد که دلار بشه پول بین الملل؟ تو سال 1944 دنیا وارد یک چالش بزرگ شده بود، چالش یا بحران پولی. دنیا نمیدونست که خب روابط تجاری خودش رو با چه نوع پولی انجام بده، چه پولی رو به همدیگه انتقال بدن، اصلا چه پولی پشتوانه بهتری داره، یا چه پولی میتونه که مثلا به کشورها وام بدن با وسیله اون پول. دنیا وارد چالش شده بود، چالش سیستم پولی. نمیدونست که چی کار کنه، روابط تجاریشون و روابط حالا اقتصادی کشور با همدیگه برپایه چه پولی باشه. سر همین تو سال 1944 تو همون سال اومدن 730 تا از مقام‌های پولی دنیا، اقتصاددان‌های دنیا توی شهر برتون وودز ایالات متحده با هم جمع شدن و می‌خواستن یک برنامه، یک حالا سیستم پولی طراحی بکنن برای دنیا تا بتونن روابط تجاری رو تنظیم بکنن. تو این کنفرانس برتون وودز دو نفر تأثیر زیادی داشتن. یکیش دکستر وایت بود که خزانه‌داری یا عضو خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بود. یکیش هم جان میرالد کینز. آقای وایت اومده بود پیشنهاد داده بود، گفته بود که ما بیایم یک صندوق وامدهی بین المللی ایجاد بکنیم که به کشورهایی که از جنگ جهانی خسارت دیدن وام بده و این دنیا یا اون کشورها خودشونو بازسازی بکنن، و برای این که بتونیم این وامدهی رو انجام بدیم و تجارت رو حالا بتونیم سر و سامون بدیم بهش، سیستم پولی رو سر و سامون بدیم بهش، دلار رو بکنی واحد پول بین المللی. از اونور آقای کینز مطرح کرده بود که نه، ما یک سیستم، یک نهاد قدرتمندی به وجود بیاریم، یک بانک بین المللی به وجود بیاریم که نظارت بکنه روی سیستم پولی همه کشورها و سیستم پولی بین المللی، و یک واحد پول جدیدی خلق بکنیم به اسم پنکور. اما حرف آقای کینز که گفته بود که بیام یک واحد پول جدیدی معرفی بکنیم، در نهایت رسمیت شناخته نشد و رد شد و دلار شد به عنوان پول بین المللی. اما صندوق بین المللی پول که پیشنهاد آقای وایت بود و بانک جهانی که پیشنهاد آقای کینز بود مورد قبول همه اون 730 نفر قرار گرفتن و الان هم میبینیم که این نهادهای بین المللی وجود دارن. اما چی شد که دلار رو به عنوان پول رسمی معرفی کرد؟ اول از همه اینکه خب تمام نیروی کار اروپا، تمام جوانان اروپا رفته بودن جنگیده بودن، اصلا انرژی وجود نداشت، نیروی کاری وجود نداشت که تولیدات انجام بگیره. تمام تولیدی ها، کارخونه ها رفته بودن به سمت تولید تسلیحات نظامی، اصلا دیگه کالاهای مصرفی تولید نمیشد. سر همین همه کالاهای مصرفی از ایالات متحده وارد اروپا میشد. و تو اون موقع هم وقتی میخواستن پول این کالاها رو بدن، درسته یه اسکناسی میدادن، اما کسی که این اسکناس رو دستش داشت میتونست ببره به بانک تحویل بده و به ازای اون اسکناس، به ارزش اون اسکناس طلا بده. سر همین دو سوم طلاهای دنیا در خاک آمریکا انباشته شد. یک نکته اقتصادی بگن در رابطه با مرکانتیلیسم یا سوداگرایی. اینجوریه که خب هر کشوری که مرکانتیلیسم سیاست‌های اقتصادیش که میاد صادرات رو حداکثر میکنه، واردات رو حداقل، و از کالاهای صادراتی خودش، تولیدی خودش حمایت حداکثری میکنه و میاد کشورهای دیگه رو هم به استعمار میکشه، مستعمره میکنه تا بتونه کالاهای خودش رو به فروش برسونه و فقط دنبال اینه که تراز تجاری مثبت داشته باشه و طلا وارد کشور بشه و طلا رو لازمه پیشرفت و سعادت کشور میدونه. عملاً هم پشتوانه خیلی قدرتمندی داشت دلار، دو سوم طلای دنیا در آمریکا بود، هم صنایع آمریکا به اوج خودشون رسیده بودن، بقیه کشورها اصلا صنعتی وجود نداشت توشون. به خاطر همین بیبر و برگشت نمیتونستند دلار رو به عنوان پول بین‌المللی معرفی نکنند. و از طرفی هم هیچ کشوری نمیتونست به کشور دیگه وام بده. نه آفریقایی ها میتونستن، نه اروپایی ها میتونستن، نه آسیایی ها، نه آمریکای جنوبی میتونست بیاد وام بده به کشورهایی که حالا زیان دیدن از این جنگ. فقط آمریکا میتونست وام بده و آمریکا گفت من با دلار وام میدم، دلار میدم و دلار میدم. و عملا به خاطر اینها دلار رو به عنوان پول بین المللی معرفی کردن. وقتی که دلار رو به عنوان پول بین المللی معرفی کردن، یک سری شرایط یا شرطهایی هم گذاشته بودن روش یا به آمریکا تحمیل کرده بودن. اینکه خب به ازای هر 35 دلار باید یک اونس طلا در خاک آمریکا وجود داشته باشه.
پشتوانه دلار طلا. از طرفی هم هر کسی بخواد بیاد حالا به هر بانکی که با بانک مرکزی آمریکا کار میکنه دلار بده به اون بانک‌ها، بعد به ازاش طلا بگیره و همه ارزهای دنیا هم قیمت گذاری یا ارزش گذاریشون رو باید با دلار انجام. این شرط رو برای این گذاشته بودن که خب آمریکا زیاد از حد دلار رو چاپ نکنه که حالا ارزشش از بین بره و حالا از اون طرف هم نظام پولی دنیا یا سیستم پولی دنیا و تجارت دنیا مختل بشه. اما چه اتفاقی افتاد که خب دیگه این دلار این پشتوانه طلایی رو نداشت؟ زمان آقای جانسون یک طرحی رو گذاشته بودن، طرح جامع اشتغال جوانان، یه همچین اسمی داشت اگه اشتباه نکنم. هزینه های خیلی زیادی و این طرح تحمیل آمریکا کرد. به خاطر همین آقای جانسون اومده بود کلی دلار چاپ کرده بود تا بتونه هزینه های این طرح رو اجرایی بکنه. از طرفی هم جنگ آمریکا با ویتنام باعث شده بود که هزینه های سرسام‌آوری و دولت آمریکا بهش وارد بشه و برای رفع این هزینه ها اومده بود دلار چاپ کرده بود. انقدر دلار چاپ کرده بود که دیگه نمیتونست پشتوانه دلار طلا باشه. یعنی به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا وجود نداشت. به ازای هر 1000 خورده‌ای 1100 1200 دلار یک اونس طلا وجود داشته. سر همین تو سال 1971 آقای نیکسون اومده بود گفته بود که ما نظام پولی استاندارد طلا رو لغو می‌کنیم. دیگه پشتوانه دلار آمریکا طلا نیست. دیگه کسی دلار آمریکا رو بیاره بده به بانک‌هایی که با بانک مرکزی آمریکا کار می‌کنن طلا دریافت نمی‌کنه. چرا این کارو کرده بود؟ چون میدونست دیگه علناً دلار ارزشی نداشت، چون انقدر چاپ شده دیگه به اندازه اون دلار ما طلا نداریم و هر لحظه ممکنه که سیستم تجاری دنیا به فروپاشی برسه، نابود بشه. سر همین اومد این کارو انجام داد. از طرفی هم بعد از انجام این کار میبینیم که خب آمریکا خیلی راحت میتونه کشورهای دیگر رو تحریم بکنه، خیلی راحت میتونه که خب با تغییر نرخ بهره در داخل کشور خودش رشد یا رشد نکردن دیگر کشورها یا کشورهای صادرکننده رو تحت تاثیر قرار بده. سر همین میتونیم بگیم که بعد از لغو نظام استاندارد طلا دلار آمریکا نفوذش در همه کشورها افزایش پیدا کرد و علنا از نظر اقتصادی اکثر کشورهای دنیا رفتن زیر سلطه آمریکا. همیشه از گذشته تقریبا از 30 سال گذشته 20 سال گذشته مطرح بود که خب دلار داره قدرتش کم میشه، نمیدونم ذخایر بین المللی یا ذخایر حالا ارزی کشورها دیگه دلار نیست و از اینجور حرفا رو هی میزدن. اما میبینیم که تا این 30 سال گذشته دلار همیشه پول قدرتمندی بوده، پول بین المللی. اما چی شد که انقدر دوباره حرفا داره درباره دلار زده میشه و این همه هشدارهایی دارن به سیاستمداران آمریکا میدن که خب مراقب رفتارهای خودتون باشید چون دلار داره قدرتش رو دست میده. عملا برمیگرده به جنگ اوکراین. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، سریعا آمریکا اومد دارایی‌های بانک مرکزی روسیه رو بلوکه کرد. قبلا هم میبینیم که کشورهای مثل ایران، ونزوئلا، کوبا و حالا بعضی کشورهای دیگه هر رفتاری که مخالف آمریکا بود یا مخالف متحدین آمریکا بود باعث میشد که تحریم بشن و دارایی هاشون بلوکه بشه. به خاطر همین دنیا تصمیم گرفت، یا میتونیم بگیم بعضی از کشورها تصمیم گرفتن که از دلار به عنوان یک پول تجاری، به عنوان یک پول بین المللی در روابط تجاری خودشون استفاده نکنن. حالا چرا اینها دارایی هاشون رو میبردن میذاشتن در خاک آمریکا؟ وقتی یک کشوری میخواد صادرات بکنه باید مزیت صادراتی داشته باشه و زمانی مزیت صادراتی داره که اون کالا ارزون تولید بشه و ارزون صادر بشه. چه زمانی ارزون صادر میشه؟ زمانی که نرخ ارزش ارزون باشه. وقتی که اون کالا صادر بشه به ازای اون کالا دلار گرفته میشه. وقتی دلار وارد یک کشوری بشه نرخ ارزش گرون میشه. به اصطلاح پول ملیش قدرتمند میشه. وقتی پول ملیش قدرتمند بشه و مزیت صادراتش از بین میره، دیگه اون کالا رو نمیتونه ارزون صادر بکنه. به خاطر همین دلارهایی که به ازای صادرات دریافت میکنن کشورها میبرن میذارن در آمریکا و به ازای اون اوراق میگیرن. سر همین آمریکا خیلی راحت میتونه هر کشوری رو که بخواد تحریم بکنه و داراییهاشو بلوکه بکنه. از طرفی هر اتفاق اقتصادی که توی خاک آمریکا بیفته، هر شوکی که به اقتصاد آمریکا وارد بشه، سریع وارد کل دنیا میشه.
تورم توی آمریکا شکل بگیره، آمریکا بیاد نرخ بهره رو کم و زیاد بده، تغییر بکنه، سریع تاثیر میذاره روی صادرات هند، صادرات چین، صادرات برزیل. این حالا تاثیرگذاری واکنش های نوسانات اقتصادی آمریکا روی بقیه کشورها به خصوص کشورهای در حال رشد باعث این شد که این کشورهای در حال رشد مثل برزیل، مثل چین، مثل حالا هند تصمیم بگیرن که خب دیگه از دلار به عنوان پول بین المللی استفاده نکنن تا وابستگیشون یا به اصطلاح نوسان پذیریشون، تأثیر پذیریشون از اقتصاد آمریکا کمتر بشه. به خاطر این اتفاقایی که افتاد برای دنیا، کشورها یا بعضی از کشورها تصمیم گرفتن که خب دلار رو کنار بذارن و میبینیم که سال 2022 تقریبا میتونیم بگیم 60% یا کمتر از 60% ذخایر بانک‌های مرکزی دلار تشکیل شده که کمترین میزان این ذخایر در 20 سال گذشته است. یعنی مثلا 20 سال پیش همه کشورها ذخایر ارزیشون مثلا بیشتر از 80% بود، الان اومده کمتر از 60%. و از طرفی هم داریم میبینیم قبلا مثلا حجم تجارت کالا با یوان 2% بوده، الان شده نزدیک 4%. حالا این علتی که این اتفاق افتاده میتونیم بگیم که چون روسیه تحریم شده و روسیه برای اینکه بتونه اون تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه میاد دست به دامن چین میشه و مجبوره که مبادلات تجاری خودش رو با یوان انجام بده. سر همین خب میبینیم که مبادلات تجاری با یوان افزایش پیدا کرده. اما از طرفی میام نگاه میکنیم هند میخواد از امارات نفت یا گاز بخره، دیگه نمیاد به دلار با امارات تسویه بکنه پول این گازها رو بده، به درهم امارات میده. ایران میخواد از عراق حالا پول بگیره به ازای صادرات برقی که انجام داده، به دلار پول نمیگیره، به درهم امارات میگیره. از طرفی روسیه و چین میخوان با هم تجارت بکنن، با پول خودشون با هم دیگه تجارت میکنن. عربستان یه قراردادی امضا کرده با چین که گفته بخشی از صادرات نفتیش رو فقط با یوان انجام میده، یعنی به ازای نفت فقط یوان میده. به اصطلاح میخواد پترو یوان رو به وجود بیاره. یک نکته اقتصادی اینجا بگم، البته با پترو دلار یا پترو یوان، کلا هر مبادله ارزی که صورت بگیره و اون مبادله ارز فقط به خاطر نفت یا گاز باشه بهش میگن پترو، مثلا پترو ارز، پترو دلار. عربستان با آمریکا قراردادی امضا کرد که عربستان فقط در ازای دریافت دلار نفت بفروشه، به خاطر همین دلار تبدیل شده به پترو دلار و یک پشتوانه ای به اسم نفت پیدا کرد. الان هم چین دنبال همین سری قراردادهایی با عربستان بسته که عربستان بیاد فقط به ازای یوان نفت صادر بکنه، حالا بخشی از نفتشو. از طرفی هم اونور می‌بینیم خب برزیل با چین یک قراردادهایی دارن امضا می‌کنن که 2 میلیارد دلار صادراتشون با همدیگه با پول خودشون باشه. از اون طرف هم خب چین اومده با کنیا داره این کار رو انجام میده، ایران هم رفته توی حالا کشورهای آفریقایی داره همچین کارهایی رو انجام میده و حتی ایران رفته با پاکستان داره این کار رو انجام میده، چین رفته با آرژانتین و ونزوئلا و کوبا داره همچین کارهایی انجام میده که بیان با پولهای همدیگه تجارت بکنن. سر همین خب خیلی ها ترسیدن یا دارن میگن که ممکنه که دلار دیگه مثل سابق نفوذ نداشته باشه به کشورها. یک نکته اقتصادی بگم در رابطه با بریکس. بریکس یک سری حالا یک سازمان همکاری تجاریه که اعضاش میشه آفریقای جنوبی، هند، چین، روسیه و برزیل. اینها کشورهای در حال توسعه ای هستند که بیشترین تجارت رو بین همه کشورهای در حال توسعه دارن و بیشترین رشد اقتصادی رو هم در دنیا دارن تجربه میکنن. اینها اومدن یک سازمانی رو تشکیل دادن تا بتونن که تجارت خودشون رو راحت تر و رشد اقتصادی خودشون رو بیشتر بکنن و از طرفی برای کاهش سلطه دلار روی کشورشون اومدن یک واحد پولی رو دارن معرفی میکنن که هم بتونن سلطه دلار رو کاهش بدن، هم بتونن که تجارت خودشون رو تسهیل کنن، هم بتونن که تضمین بدن برای رشد اقتصادی خودشون. حتی اعضای بریکس هم دارن یک واحد پولی رو معرفی میکنن که کشورهای عضو با این واحد پول با هم دیگه به تجارت بپردازن. اعضای بریکس خب تقریبا 40-50% جمعیت دنیا رو دارن، 1/3 اقتصاد دنیا دستشون، یعنی این واحد پولی که میخوام معرفی بکنن قطعا یک واحد پولی قدرتمند خواهد. 50% جمعیت دنیا، 40% جمعیت دنیا میخوان از این پول استفاده بکنن. پس یعنی این حرفایی که زده میشه ممکنه دلار قدرتش کم بشه، همچین حرفای بی اهمیتی نیست. اما خب چرا این اتفاق نمیتونه بیفته؟ ما میایم نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که 79% تجارت قاره آفریقا، 74% تجارت قاره آسیا و 96% تجارت قاره آمریکا
با دلار داره صورت میگیره. همین الان این سال 2023 96% حجم مبادلاتی که داره صورت میگیره توی بازارهای مالی مثل حالا فارکس و بورس‌های متفاوت با دلاره. 86% فارکس رو داره دلار پوشش میده و کلا فکر کنم نزدیک 7% مثلا یوان باشه. اونم حالا یک سری مبادلاتی که خارج از سیستم حالا قانونگذاری ها به اصطلاح مبادلات حالا OTCه. وقتی اینا رو نگاه می‌کنی می‌بینی که واقعا حالا اون کاهش ذخایر بانک‌های مرکزی که اتفاق افتاده که دلار رو دارن از ذخایر بانک مرکزی کاهش میدن، میبینیم همچین چیز مهمی هم نیست، همچین چیز تأثیرگذاری هم نیست. روابط تجاری، مبادلات یا تجارت دنیا هنوز داره با دلار انجام میشه. چند تا نکته وجود داره که به اینکه یوان نمیتونه ارز بین‌المللی بشه یا اون ارز بریکس نمیتونه حالا ارز بین‌المللی بشه. یکی از این اتفاقا، یکی از دلایلش اینه که بازارهایی که اعضای بریکس دارن، بازارهای مالی یا خود چین داره، عمق یا وسعت لازم رو نداره، ولی بازارهای آمریکا هم عمق هم وسعت لازم رو دارن. از طرفی بازارهای آمریکا نقد شونده ترین بازارها هستن. شما هر چیز در داخل بازارهای مالی آمریکا بخری سری نقد میشه، اما چین اینجوری نیست، نمیدونم برزیل یا هند اینجوری نیست. و بزرگترین دلیلی که میتونیم بگیم که هیچ وقت یوان، هیچ وقت پول بریکس نمیتونه جای دلار رو بگیره، برمیگرده به انتقال دارایی. شما هر دارایی رو میتونی وارد آمریکا بکنی، از اون ور هر دارایی که تو خاک آمریکا داری رو میتونی از خاک آمریکا خارج بکنی. اما چین اینجوری نیست. شما میتونی دارایی وارد چین بکنی، اما نمیتونی دارایی رو خیلی راحت از چین خارج بکنی. حتی بعضی از سالها خروج دارایی از چین ممنوع بود، اصلا شما نمیذاشتن 1000 تومان هم دارایی از خاکهای چین خروج پیدا بکنه. سر همین اون اعتمادی که تجار به دلار دارن، هیچ وقت نمیتونن پیدا بکنن به حالا نمیدونم یوان، به حالا پول بریکس. یکی از حالا معایبی که این پول بریکس میتونه داشته باشه، یا یکی از نقاط یا ضعفایی که اصلا نمیتونه این پول بریکس به وجود بیاد، اینه که وقتی که میخوان پول بریکس یا یک نظام پولی واحد رو تشکیل بدن، هر کشوری خب میتونه نظر بده، آیا نظرات کشورهای دیگه را قبول میکنه؟ آیا میتونه با همدیگه کار بکنه؟ میبینیم که یک نمونه واضحش اتحادیه اروپا است که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شد و خیلی از اعضای دیگه اتحادیه اروپا اصلا واحد پول یورو رو قبول نکرد. یکی از نقاط ضعف همین پول بریکس، یا یکی از چیزهایی که میتونیم بگیم که اصلا پول بریکس نمیتونه شکل بگیره، همین عدم همکاری یا عدم رسیدن به یک اجماع یا یک نظر واحده. می‌بینیم که خب یورو شکل گرفت برای اینکه قدرت آمریکا یا قدرت دلار رو کاهش بده، تاثیرگذار بود ولی تأثیر جهانی نداشت. تأثیرش خیلی کمتر از این حرفاست که ما بیاره این خب دلار هنوزه که هنوز قدرت نداره. به عنوان نتیجه گیری و کلام آخر، اینکه حرف‌هایی که زده میشه از اینکه حالا روسیه و چین دارن با هم همکاری میکنن، میتونن آمریکا رو شکست بدن و حالا بریکس میتونه آمریکا رو شکست بده توی اقتصاد، حرفایی که به اصطلاح پشتوانه علمی خاصی نداره. خیلی خوبه که دنیا دو یا سه جانبه بشه و حالا نفوذ یک کشور قدرتمند دیگه که بر کل دنیا نفوذ داره کاهش پیدا بکنه. اما اینکه خیلی ساده بیایم بگیم که حالا دلار آمریکا کنار رفت و ما همه فکر و ذکرمون سیاست هایی که تو کشور چیده میشه همش نگاه به شرق باشه، خب این اشتباهه، باعث میشه که خب توی هدف گذاری یا سیاست گذاری دچار اشتباه بشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ما را نقد کنید، به ما پیشنهاد بدید تا بتونیم ویدیو بهتری تقدیم نگاهتون. شاد و پیروز باشید.